ښاروالی کابل روز یکشنبه برنامه تخریب خانه های خودسر را از ناحیه اول شهر کابل آغاز کرد، اما این کار ښاروالی با عکس العمل جدی مردم عام روبرو شد. محمد سرور رئیس کنترل ساختمان های ښاروالی کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه بعد از هدایت ریاست جمهوری آغاز شده و تطبیق خواهد شد. وی در صحبت با خبرنگاران گفت تبدیل خانه های رهایشی به مکان های تجارتی و اعمار خانه های چند منزله بدون جواز از جمله ساختمان های غیر قانونی است که در چوکات این برنامه تخریب خواهند شد. بتونیم جلوی ساختمان ها را بگیریم، گرچه تعدادی ساختمان ها کم نیست، نشون زیاد آباد شده، مردم خانه های رهایشی خود، اولی خود و مارکت های تجارتی و بلند منزل تبدیل کردن که سطر شرعی همسایه ها را تهدید میکنه، آفتابشان گرفته، جار و جنجال بین همسایه ها پیدا شده. ما امیدوار هستیم که با این آغاز خوب این مشکلات کم شوه و رفع شوه. بخیر. در شهر کابل چی بگویم، هر کسی که قانون قبول نکرد، وقتی که زورمند نباشه قانون زیر پا نمیکنه، هر کس که قانون نادیده میگیره معلوم است که او زورمند است. آقای سرور میگوید 5-10% خانه های رهایشی در شهر کابل به شکل غیر قانونی اعمار شده است. این در حالی است که رئیس جمهور غنی چند قبل در سفرش به ولایت ننگرهار حکم داد تا بعد از این تمام خانه های خودسر تخریب شوند. ښاروالی کابل در نظر داشت تا این برنامه را از تخریب یک منزل نیمه‌کاره در ساحه مندوی شهر کهنه کابل آغاز کند، اما در آنجا با عکس العمل شدید مردم عام و دکانداران روبرو شد. دو تن از باشندگان کابل که کار روی ساختمان‌های مربوط به آنان در جریان است، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند: سر ما بده یا از خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه ما را بکشه، دالک دالر مال را در گرفته، یکیش به خدا که صدر پا قطع ما کمک کده باشه، لکار لکار فامیل یا در بیوند یک لقمینان پیدا کرده نمیکنه، ریش بخش ما را در گرفته. تو کجا بودی نمی چرا؟ خود شروان مکتوب داریم، به نایام نایام مکتوب داریم، نه تو موضوع مکتوبه سی جه بریم ما مکتوب داریم. امی رئیس جمهور خود دو امی امزا کرم دوکاندار کل زار بازار سفر عبدالحاج امو بریم امزا کرم. این دوکانداران هشدار می‌دهند که بلدوزرها از روی جسد آنها خواهد گذشت و هیچگاه اجازه نخواهند داد که ساختمان‌های مربوط به آنان را تخریب کنند. بعد از این عکس العمل مردم عام، ښاروالی کابل مشخص نساخت که پلان تخریب تعمیرهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت یا نه. در عین حال نیروهای امنیتی که در ساحه موجود بودند میگویند که آنها حاضر هستند تا با تمام نیروی خود جلوی کار غیرقانونی را بگیرند. سمنوال گلرحیم صافی، آمر حوزه اول امنیتی شهر کابل، به خبرنگاران گفت: اما د نقشه د ویزه کولو د کار دوی ده د پولیسو نه ده، موږ خپل مشخص لایې وظایف لرو، وظایف لرو که دوی اوس هم تقاضا وکړي چې تخریبی زه آماده یم چې پرسونل امنیتی دې تدابیر امنیتی وکړي. این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر کابل به شکل غیرقانونی اعمار شده و گفته می شود که زمین تعداد از این بلند منزل ها نیز غصب شده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.